در این بخش از برنامه نیز ابتدا از خانم اهدی خواهش میکنم که سخنرانیشون رو ایراد کنند. خانم اهدی مدت زیادی است که علیه مجازات اعدام در ایران و به خصوص سنگسار فعالیت میکنند و ما از همین طریق با ایشون آشنا شدیم و به فعالیت مشترک با ایشون در این زمینه پرداختیم. خانم اهدی خواهش میکنم بفرمایید. من مینا احدی هستم و از سال 2001 در کمیته بین‌المللی علیه اعدام فعالیت می‌کنم. من دو هفته پیش در چهارمین نشست بین‌المللی کمیته علیه اعدام در ژنو بودم و آنجا در همین مورد صحبت کردم. میل دارم صحبت خود را به همون شکل شروع کنم. رابطه من با کلمه اعدام فقط از روی فعالیتهایم با کمیته علیه اعدام نیست، بلکه من خود طعم تلخ مجازات اعدام را چشیده‌ام. وقتی جمهوری اسلامی به قدرت رسید مثل کلیپی که اینجا به نمایش گذاشته شد یک ماشین تحریر داشتیم و از آن برای تایپ و فعالیت علیه رژیم اسلامی استفاده می کردیم. من متعلق به نسلی هستم که از ابتدا بر علیه این رژیم فعالیت می کرد. وقتی خمینی به قدرت رسید و اولین حکمش رو علیه زنان صادر کرد و گفت یا روسری یا توستری ما به خیابانها رفتیم. من آن زمان دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه تبریز بودم. ما در تبریز فراخان دادیم و پیرو به آن فراخان حدود دو هزار نفر از زنان و مردان آزادی خواه به ویژه زنان به خیابان آمدند و فریاد زدند نه روسری نه توسری اما جمهوری اسلامی موفق شد ما را سرکوب کنه بعد از آن اگر کسی می گفت که روسری سر نمی کنم و یا علیه رژیم اسلامی حرف می زد و یا مثل ما با ماشین تحریر شبنامه علیه این رژیم وحشی و ارتجاعی نوشت دستگیر و اعدام می شد. وقتی اینجا می شنوید که چگونه پاسدارها شبانه به خانه امثال ما حمله می کردند و عزیزان ما را می بردند و به جوخه های اعدام می سپردند و هنگام تحویل جنازه ها پول گلوله های شلیک شده را طلب می کردند می احساس من و میلیون ها ایرانی دیگر را نسبت به واژه اعدام درک کنید. اما متاسفانه رابطه من با این واژه تنها محدود به این تجربه تلخ نیست. در آلمان هم هر چهار شنبه برای من یک روز سیاه است. برای اینکه همیشه سه شنبه ها لیستی از نام افرادی را دریافت می کنم که قرار است فردای آن روز اعدام شوند. به همین دلیل من چهار شنبه ها ساعت چهار صبح از خواب بیدار می برای اینکه این, این ساعتی است که در ایران محکومین به اعدام را میکشند. نوجوانانی از زندان به من تلفن می کنند و میگویند گویند خال مینا من یک هفته دیگه هجده ساله می شدم. خواهش میکنم کاری بکنید. تنین این جملات همیشه در گوشم است به طور مثال علی مهین ترابی به من تلفن کرد و گفت میتونید با مردم در آلمان صحبت کنید میتونید کاری کنید من دارم هجده ساله می شدم. میدونید چرا؟ برای اینکه رژیم اسلامی همکنون 160 نوجوان را در زندانهایش دارد که پس از اینکه 18 سال شوند اعدامشان می کند و این نوجوانان از روز تولد 18 سالگیشان می ترسند. ما امروز در مورد یک رژیم وحشی اسلامی و بیرحم صحبت می کنیم. حتما میدانید که در ماه های گذشته جوانان و مردم به خیابان آمدند و فریاد زدند مرد بر دیکتاتور، مرد بر خامنه پس از آن رژیم اعلام کرد که این جنگ بر علیه خداست و تعدادی از معترضین دستگیر شده به اتهام محاربه با خدا به اعدام محکوم شدند. من معتقدم که در ایران نه تنها جنبش عظیمی بر علیه اعدام وجود دارد بلکه بسیاری از جوانان میگویند اگر خدا چیزی شبیه به خامنه است ما این خدا را هم نمیخواهیم این جنبش بسیار عظیم است مثلا در شهر سیجان مردم چوبه های دار را به آتش کشیدند و دو تن از محکومین به اعدام را نجات دادند اما متاسفانه رژیم موفق شد این دو جوان را دوباره دستگیر و اعدام کند میدانید ماهیت اعدام چیست اعدام یعنی قتل عمد دولتی اعدام یک کربه مهم اعمال فشار بر علیه زنان دانشجویان و کلا بر علیه مردم و برای سرکوب هر نوع اعتراضی است ما فعالیت های در ایران داریم و سعی کردیم به ویژه چهره زنانی که در زندان به سر میبرند را مطرح کنیم و بر علیه اعدام آنها و همه اعدام در ایران مبارزه کنیم. سعی کرده به این زنان ناشناس چهره بدهیم و جامعه را مطلع کنیم که این زنان چه کسانی هستند و برای چه در زندان به سر میبرند، چندتا بچه دارند، چه امیدها و چه آرزوهایی دارند یا حتی چه نوع موسیقی را دوست دارند. ما کارهای رسانه‌ای متعددی انجام داده ایم. همینجا ایرانی های حضور دارند که من را میشناسند و با مبارزات من علیه اعدام آشنایی دارند مستقل از تعلق سیاسی هر از این دوستان می توانند این فعالیت ها و وجود این جنبش عظیم علیه اعدام در ایران را تایید کنند ما تلاش می به این جنبش چهره و صدا بدهیم. اینجا می اعلام کنم که این رژیم با قوانین اسلامیش رفورم پذیر نیست و این را به عنوان یک فعال سیاسی با سابقه سی سال مبارزه مطرح می کنم. هشت سال تمام خاتمی رئیس جمهور ایران بود و از رفرم صحبت می کرد. در تمام این مدت ما علیه سنگسار مبارزه می کردیم و گهگاهی نیز با خود آقای لسنتین که در اینجا ریاست جلسه را دارد کنفرانس مطبوعاتی داشتیم از این جهت جامعه بین‌المللی حقوق بشر با فعالیت‌های من آشنایی دارد. تفاوت بین خاتمی و رئیس جمهور پیش از او تا آنجا که به مسئله اعدام مربوط می شود در این بود که در دوران خاتمی سنگسار در ملای عام انجام نمی شد بلکه پشت درهای بسته زندان سنگسار می کردم. من این را رفرم نمی دانم. من اینجا به عنوان یک زن اعلام می کنم که رابطه جنسی یک مسئله کاملا شخصی است و هیچ کس هیچ مردی و هیچ دولتی اجازه دخالت در این مسئله شخصی را ندارد اگر زنی رابطه جنسی خارج از ازدواج دارد به خودش مربوط است و هیچ کس حق تعیین تکلیف برای او را ندارد چه برسد به اینکه او را سنگسار کنند آیا این رفرم است که من پشت درهای بسته سنگسار شوم و نه در ملای عام خیر این رفرم نیست امروز در ایران با خشم فراوان میلیون ها نفر قیام کرده و به خیابان ها رفته اند. من اسم انقلاب جاری را انقلاب سبز نمیگذارم بلکه این انقلاب جوانانی است که به خیابان ها آمده اند. این انقلاب بروز خشم میلیون ها جوان کارگر و زنان و مردانی است که فریاد زدند مرد بر دیکتاتور که فریاد زدند ما دیگر این قوانین اسلامی را نمیخواهیم. به نظر من ما در خارج کشور باید مواضع سریح اتخاذ کنیم در این باره که در ایران جنبش عظیمی علیه قوانین وحشیانه اسلامی و بر علیه اعدام و سنگسار و حجاب اجباری و آپارتاید جنسی وجود دارد بدون رکنت زبان باید حرف بزنیم من از این تریبون رو به دولت‌های اروپایی صریحا اعلام می‌کنم که این دولت‌ها به مردم ایران کمک نکرده اند بلکه همیشه با رژیم اسلامی تجارت و داد و داشته اند. من بارها به پارلمان اروپا رفته ام آقای بوزک رئیس پارلمان اروپا که اینجا تصویرش پشت صحنه گذاشته شده است مرا میشناسد بارها به ایشان در مورد ها ایمیل داده هم و البته ایشان همیشه پاسخ این ایمیل ها را دادهاند من در برلین و سایر شهرها با مقامات دولتها در مورد اعدام و سنگسار صحبت کردم و همواره به این مسئله انتقاد نمودم که نمیتوان سی سال شاهد اعدام و سنگسار و اعمال خشونت بود و سکوت کرد این غیر قابل قبول است گویا به این تراژدی و این نقض فاحش حقوق انسانها عادت کرده این رژیم اسلامی یک رژیم آپارتاید جنسی است و درخواست من از اروپاییان این است که با رژیم جمهوری اسلامی مثل حکومت آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی برخورد کنند همه سفارت خانه های جمهوری اسلامی باید بسته شوند اروپا می تواند در کنار مردم ایران بایستد من به نمایندگی از طرف مردم ایران اعلام می کنم که ما بمب اتم نمی خواهیم، جنگ با غرب نمی خواهیم، ما حکومتی مدرن و سکولار می خواهیم که در آن تمام حقوق بشر عملی شود، که در آن هیچ کنه مقدساتی وجود نداشته باشد، حکومتی که در آن آزادی بیقید و شرط بیان تضمین شود. من از حکومتی دفاع می کنم که اگر من علیه مقامات حکومتی یا علیه پرچم وطن و پیغمبر حرف زدم مثل صد سال گذشته به زندان نیفتم من خواستار حکومتی هستم مدرن آزاد سکولار غربگرا و بر علیه اعدام سنگسار شکنجه و بدون زندانی سیاسی و بدون بمب اتم خیلی متشکرم تشویق حضار خود گویای همه چیزه خانم احدی از شما به خاطر ایراد این سخنرانی شورانگیز زمیمان سپاس گذارم